بسیاری از هموطنان ما که به همشون درود میگویم آقای جان فوران رو میشناسند. یکی از کتابهایشون که در ایران آقای احمد تدیون ترجمهش کرده منتشر شده به نام مقاومت شکننده، تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سالهای پس از انقلاب اسلامی. خب این دیگه یک پژوهشگر ایرانی نیست که بخواهد مثلا نبرد سیاسی پنهانی رو با این پادشاه یا اون رئیس جمهور پیش ببره. یک پژوهشگر نظرش رو نوشته، چاپم شده در ایران، دو سه بار اگه اشتباه نکنم تجدید چاپ شده. از این کتاب من دو پاراگراف کوتاه رو میخونم، یکی درباره دولت رضاشاه، استبداد نظامی، تجدد و غربگرایی، یک پاراگراف دیگر هم درباره شاه فقید محمد رضا شاه پهلوی. و بعد میخواهیم درباره دیکتاتور مسلح و دیکتاتور مسلح سخن بگوییم که آیا دیکتاتورها مسلح باشند بدون اسلحه مسلحند یا مسلح هستند و تمایلات اصلاح گرانه هم دارند. این بحثی است که ما امروز پیش خواهیم برد. و اما آقای فوران می نویسه دولت ایران در زمان سلطنت رضاشاه در مقایسه با ملاک های ناخوشایند سلسله قاجار به قدرت سیاسی و اقتصادی بزرگی دست یافت. سرانجام قدرت ها در دست شاه متمرکز گردید، شد در واقع ید واحده. شاهی که خواستگاه نهادین و کلیدی او ارتش بود، به همین سبب می توانیم رژیم رضاشاهی را استبداد نظامی بدانیم. و یک جمله دیگه هم داره، میگه اصلاح بنیادین رضاشاه ایجاد ارتشی قدرتمند بود که قدرت دولت را در همه جا به اجرا در می آورد. یه چند فصل بعد در فصل رژیم پهلوی، دیکتاتوری سلطنتی و پول نفت نوشته است دو نوع ثبات سیاسی وجود دارد که یکی بر اثر مشارکت فزاینده مردم ایجاد می شود و دیگری از راه سرکوب و زور. دولت ایران به رهبری محمد رضا پهلوی در سالهای 1332 تا 1357 آشکارا از الگوی دوم استفاده کرد، یعنی الگوی سرکوب و زور، و کوشید همانند پدرش در سالهای 1304 تا 1320 برای دومین بار فشار بر جامعه ایران را توسط اهرم‌های اجتماعی تحمیل کند. دولت او هم مثل دولت پدرش رضا شاه سرانجام به ارتش و درآمد نفت متکی شد، یعنی عین حکومت ولی فقیه در ایران، و حتی در رابطه وابستگی شدیدتری با یکی از کشورهای واقع در هسته مرکزی، اینجا ایالات متحده آمریکا، قرار گرفت. دولت شاه به فاصله یک دهه ایران را به یک دیکتاتوری سلطنتی متکی بر قدرت سرکوبگر ارتش و درآمد نفت تبدیل کرد. در ایران کنونی صحنه همان صحنه است، منتها حالا به جای آمریکا که باش روابط پنهانی دارند، با روسیه و چین این توازن و این تعادل رو برقرار کردند و شیوه همان است: قدرت نظامی، سرکوب نظامی و پول نفت که حالا پول گاز هم بهش افزوده شده. من در خدمت جناب سلیمانی امیری ارجمند هستم و از ایشون خواهش میکنم که درباره این دو نوع قدرت
سخن بگویند و هر جا که آمیزه این دو هست، این طرف ممکنه مسلح هم باشه ولی مسلح، و در جایی هست که طرف مسلح فقط، در یک جای دیگه مسلح فقط. در این باره ما رو آگاه کنید، بفرمایید. من شما جناب مانی بزرگوار و نازنین خوشحالم که در خدمت شما هستم. عرض سلام و احترام دارم خدمت یکایک بینندگان رادیو تلویزیون مانی. خب ما در برنامه گذشته که در مورد روسو و اندیشای او صحبت می کردیم، به یک بحثی رسیدیم که روسو اشاره می کنه که شاهان خوب و نیکسیرت استثناء هستند و غالب شاهان یعنی اساس و پایه نظام‌های پادشاهی کسانی هستند که شرورند، غارتگرند، جنایتکارند. و خب طبیعی است مدافعان سلطنت برای اینکه نظام پادشاهی رو نظام مطلوبی نشان بدن، این استثناءها رو برمی‌کشند و می‌گویند که ببینید ما چه پادشاهان خوبی داشتیم. ما در برنامه پیشین عرض کردیم که این دوستان پادشاهی خواه ما لطف بفرمایند در طول این 2500 سالی که ادعا می کنند ما سلسله و نظام های پادشاهی داشتیم، به ازای هر 100 سال یک پادشاه به ما نشان بدن که توانسته خیرخواه مردم باشه، با مردم مدارا کرده، اهل صلح و دوستی و رواداری بوده، تا ما باور بکنیم که حداقل در 2500 سال این دستگاه فکری و اجرایی تونسته 25 نفر آدم مصلح رو نشان بده که همون رو هم نداریم. اما امروزه در فضای سیاسی ما عده‌ای صحبت از دیکتاتور مصلح میکنه، یعنی جامعه ای که نیازمند یک انسانی است که بتواند دارای یک قدرت فائقه باشه و جامعه رو به سمت صلاح و رستگاری ببره. و بحث ما اینه که ما میدونیم اهمیت مسائل سیاسی چه اندازه است. شما با سرنوشت یک کشور روبرویید، با سرنوشت مردم و آیندگان روبرویید. ما که به عنوان انسانهای خردمند در مورد امور مالی خودمون سعی میکنیم بهترین تصمیمها رو بگیریم تا به مال ما خسارت نرسه، تا به جان ما آسیبی نرسه، میتونیم کشورمون رو بدون اندیشه و خرد به دست هر کسی بسپریم. از طرف دیگر میدونیم که ما در فضای سیاسی درگیر تعابیر گمراه کننده ایم، تبلیغات های گمراه کننده، چه بسیار مفاهیمی که به نوعی برای ما آراستند، تبیین کردند و ما همون رو پذیرفتیم بدون اینکه بفهمیم چه عواقبی در انتظار ماست. نمونش تعابیری مثل جمهوری اسلامیه، یعنی یک مفهوم با ارزش مدرن یعنی جمهوری در کنار یک مفهومی که هیچ نسبتی با جهان مدرن نداره یعنی اسلام. و بعد به ما گفتن رژیم مطلوب جمهوری اسلامی است، نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش. آن وقت فهمیدیم که در کجا فریب خوردیم. هرچند بودند انگشت شمار انسانهایی که متوجه شدند که این مفاهیم کنار هم قرار نمیگیره، اما قاطبه مردم در غفلت بودند یا اونهایی هم که میدانستند سکوت کردند. و آن وقت فهمیدیم که وقتی جمهوری و اسلامی در کنار هم قرار میگیره اثری از جمهوریت نمیمونه و اون اسلامیته که جمهوریت رو معنا میکنه و در واقع از جمهوریت نشانی نمیمونه مگر آنچه که ذیل اسلام تعریف بشه. خب آیا این موضوع و این تعابیر و این مفاهیم فقط از یک جانب وجود داره؟ اگر از این سو هم چنین تبلیغاتی میشه، آیا ما سنجیدیم که این کلمات چه هستن، این تعابیر چه هستن؟ میشه به اونها استناد کرد؟ میشه اونها رو باور کرد؟ جنبه مغالطاتی و خطاش کجاست؟ و کار ما همین هاست، یعنی وارد جزئیات شدن، کالبد شکافی مفاهیم که ما رو از اون فریبکاری بسیاری از این سیاستمداران و کارگزارانشون مسئول.
اولین مسئله بر سر اینه که وقتی صحبت از دیکتاتور مسلح می کنیم، باید بدونیم مقصود از دیکتاتور چیست. دیکتاتور در روم باستان شخصی بود که برای موارد خاص انتخاب می شد که بتونه مشکلاتی رو رفع کنه، مثلا در زمان قحطی، خشکسالی، شورش، جنگ. او فراقانونی عمل می کرد، همانند یک مأمور راهنمای رانندگی که میبینه بر سر چهارراهی تصادف شده. خب میدونه این چراغ قرمز و سبز، این چراغ قرمز و آبی، این چراغهای زرد و سیاه، هر کدوم اینها اگر به درستی اجرا بشوند ترافیک حل نمیشه. بنابراین شما مجبور هستید زمانی که چراغ سبز بگید بیست، زمانی که چراغ قرمز بگید حرکت کن. یعنی در اونجا مأمور به دلیل یک حادثه خاص فرااین نامه ای عمل میکنه. دیکتاتورها در امپراتوری روم هم همین کار رو میکردن، در جمهوری روم هم همین کار رو میکردن. مدت زمان اونها محدود بود، مثلا به حدود 6 ماه حد اکثر. اما به مرور زمان کسانی آمدن و این دیکتاتوری که کلمه با ارزش مثبت بود رو به نفع خودشون مصادره کردند و مدت 6 ماه رو ادامه دادن برای طول دوران حیات خودشون. یعنی شرایط اضطراری رو به سمتی بردن که گویی همیشه شرایط اضطراری است. بنابراین من به عنوان یک شخص فراقانونی برای اینکه مشکلات جامعه رو حل بکنم دیکتاتورانه عمل می کنم. پس یک تغییر مفهومی رخ داد در کلمه دیکتاتور. بنابراین اگر عزیزان می خونن که در امپراتوری روم یا در جمهوری روم دیکتاتوری وجود داشته، اونجا تعبیر مثبته. اما به مرور زمان کسانی که از این ارزش مثبت به شکل منفیش استفاده کردن، کما که الان هم شما میبینید جمهوری دارن اما عملا از هر استبدادی بدترن. در کلمه دیکتاتور هم به همین وضعیت دچار شدیم. اما مسئله بر سر اینه که وقتی صحبت از دیکتاتور مصلح میکنیم، یعنی انسانی که باید فراقانونی عمل بکنه، بنابراین دارای قدرت هم تقنینی و هم اجرایی باشه. یعنی وقتی من میخوام دیکتاتور مصلح باشم، باید بتونم هم حکم کنم هم اجرا بکنم و برای این کار از کسی هم اجازه نگیرم، دیگران دست و بال من رو نبندن. چون معنی دیکتاتور اصلا این نیست، معنی دیکتاتور فراقانونی بودنه. مسئله بر سر اینه که وقتی انسانی فراقانونی میشه، یعنی هم قدرت قانونگذاری و اجرا دستشه، ما میدونیم که قدرت فساد میاره و وقتی این قدرت مطلق باشه فساد مطلق هم میاره. و در واقع وقتی فساد مطلق ایجاد میشه دیگه صلاح وجود نداره. یعنی در درون خودش این کلمه زد و نقیزه. یعنی یک دیکتاتور نیازمند قدرت فائقه است، قدرت فائقه فساد میاره و فساد هم با صلاح و مصلحت سر سازگاری نداره. دقیقا مثل همون جمهوری اسلامی، یکی اختیار مردم رو در درون خودش داره، دیگری سلب اختیار مردم رو داره، میگه شما تسلیم امر خدا باشی. بنابراین این یک تعبیری است که از بار ارزشی مثبت مسلح برای ریختن قبح دیکتاتور استفاده میکنه. پس اینجا متوجه شدیم که بین اینا تباین برقراره، یعنی یک جدایی غیر قابل اتصال، نمیشه اینها رو کنار هم قرار داد. چون وقتی به انسانی قدرت فائقه میدی، باید منتظر فساد مطلق باشی. تمام دیکتاتوری های مصلح رو اگر در زندگیشون نگاه کنید، دچار همین فساد بودن. خدماتی هم انجام دادن، اما فساد هم از سر تا به پای اون نظام جلو رفته. دومین مسئله این که وقتی صحبت از دیکتاتور مصلح میشه، ما یک کارنامه ای از او رو در نظر داریم. یعنی شما فرض کنید سلیمانی میخواد دیکتاتور مصلح باشه، ما کی میفهمیم او مصلح بوده؟ زمانی که کار کرده باشه، یعنی 10 سال 20 سال گذشته باشه. وقتی به کارنامه او نگاه میکنیم بفهمیم که او مصلحه. اما مسئله بر سر اینه که معیار اولیه گزینش این دیکتاتور در کجاست؟ یعنی هنوز سلیمانی کار نکرده،
شما از چه ویژگیهایی میفهمید که او مصلحه که میخواد کشور رو به او بدید؟ آیا یک معیار قابل شناسایی داریم؟ به هیچ عنوان. بنابراین دیکتاتور مصلح مثل همون هندونی در بست است، هندونی نشکست است. از اساس شما هیچ معیاری ندارید که بگید آقای فلانی اگر در مقام دیکتاتور مصلح قرار بگیره خوب کار خواهد کرد، در حالی که دیکتاتور مصلح حاصل قضاوت بعدی ماست نسبت به کسانی که در طول یک مدتی کار کرد. آیا ما میتونیم بدون یک معیار درست مملکت رو به دست کسی بدیم و بعد 20 سال منتظر باشیم که آیا او کار خوبی میکنه یا نه؟ بنابراین هیچ معیاری هم وجود نداره که ما یک انسانی رو قبل از تصدی قدرتش بگیم او آدم مصلحی است. به هیچ عنوان نشده است. مشکل سوم، وقتی ما میگیم مصلح، مصلحت رو در چی میبینیم؟ ببینید، در هر نظم سیاسی و در هر جامعه اولویت هایی وجود داره، ارزش هایی وجود داره. شما جوامع رو نگاه بکنید، یه عده به آزادی اولویت اول رو میدن، دیگران به برابری یا عدالت. شما رو در جوامعی که لیبرال هستند اساس آزادی است، در جوامعی که عدالت محور هستند یا به دنبال برابری هستند، یعنی اون جوامع سوسیالیستی، نوع نگاهشون متفاوت تره. خب این ارزش های مختلف در درون جامعه برای بسیارانی متفاوته. شما ممکنه برابری دوست داشته باشی، آزادی رو هم دوست داشته باشید، عدالت هم دوست داشته باشید، اما یکیش اولویت بدید. یعنی برای شما اولویت آزادی باشه، اما ممکنه برای من اولویت برابری باشه. اینا با هم جمع نمیشن، در هیچ جامعه ای نشده. برای همین نظمهای سیاسی اولویت بندی میکنن مسائلشون. اولویت شما ممکنه در یک جامعه اخلاق باشه، حقوق باشه، اما برای من اقتصاد باشه. یک دیکتاتور مسته چطور میفهمه که مصلحت واقعی جامعه کدومه؟ شما نگاه بکنید به دیکتاتور، هر کدومشون در یک بخشی کار کردن و طرفداران استبداد هم فقط همون بخش رو عنوان کردن. یعنی اگه دیکتاتوری امنیت برقرار کرده، همون رو برجسته کردن. مثلا در دوران رضا شاه، اگر از یک پادشاهی خواه بپرسید که مصلحت کار رضا شاه در چه بود، گفت میگه امنیت. درستم میگه امنیت. اما اگه برای یک نفر اولویت و مصلحت جامعه آزادی و قانون باشه چی؟ آیا رضا شاه دیکتاتور مصلحه؟ خیر، چون اون قانون رو رعایت نکرد، او آزادی ها رو رعایت نکرد. پس معیاری که این عزیزان مطرح میکنن معیار گزینشی است. در نتیجه هر دیکتاتوری در درون اون کارنامه داره یک درجه اصلاحه. شما الان برید مثلا از طرفداران جمهوری اسلامی سوال بکنید، بگید با آمدن جمهوری اسلامی چه شد، چه چیزی به ما دادی، بلافاصله صحبت از این میکنن که ما جامعه رو دینی کردیم، مذهبی کردیم، مساجد رو ساختیم، اربعین رو زنده کردیم، یاد حسین رو در دلها انداختیم. درسته، چون از زاویه خودشون که اون نگاه دینی است، ارزش های دینی است رو برجسته میکنن. اما از نظر هزاران نفر دیگه در جامعه، با آمدن این رژیم اقتصادمون بد شد، آزادی هامون گرفته شد، اموال مردم از بین رفت. اما اونها مهم نیست برای اینها. پس ببینید، مسئله اصلی اینه که مصلحت رو چه کسی تشخیص میده. و یک دیکتاتور میتونه مصلحت کل جامعه رو تشخیص بده؟ به هیچ عنوان نشدنی نیست. پس مصلح بودن فاقد اون معیارهایی است که ما بگیم به نفع جامعه داریم کار میکنیم، مگر اینکه در دموکراسی هاست که نمایندگان مردم میان و میگن حوزه انتخاباتی من به این شعار من رأی داده، بنابراین اولویتشون این شعار منه و من باید در مجلس دنبال تحقق اون شعار باشم. به همین دلیله که حتی بسیاری معتقدند که شما باید در دموکراسی ها فضا رو برای کار به نوعی مستقیم فراهم کنید، یعنی همه مردم بیان شرکت بکنن تا ما بفهمیم مردم چی میخوان. اما خب میدونیم نشدنی است،
یعنی شما نمیتونید برای هر تصمیم ساده ای همه پرسی بذارید، رفراندوم بذارید. چه میکنن؟ اصل رو بر این گذاشتن که نمایندگان حوزه های انتخاباتی میان به عنوان نماینده در مجلس اولویت موکلین خودشون رو پیگیری میکنن، اما در مورد مسائل مهم و کلان که به سرنوشت کشور مربوطه همه پرسی میذاریم. شما الان دیدید انگلستان وقتی میخواد از اتحادیه اروپا خارج بشه همه پرسی میذاره. بسیاری از کشورها در مورد مسائلی که به سرنوشت کشور مربوطه همه پرسی میذاره که ببینن مصلحت چیه واقعا. آیا من به عنوان اعلی حضرت میتونم بگم که از اتحادیه اروپا خارج بشین در حالی که با شغل هزاران نفر روبرویم، با زندگی هزاران انسان و میلیون ها انسان روبرویم؟ چطور میتونیم با اونا کار بکنیم و بگیم نه من تشخیص دادم بیاین بیرون؟ بسیاری از دیکتاتورهای مستقر رو وقتی نگاه بکنید میبینید آن چیزی رو برگزیدن که مصلحت خودشان بوده، خودشون دوست داشتن، نه اینکه مردم هم واقعا اون دوست داشته باشن. برای همین وقتی این دیکتاتورها به سمت نظامیگری میرن، به سمت امنیت میرن، برای اینکه اینها اولویت‌های خودشونه نه اولویت‌های مردم. اما طرفداران دیکتاتور سعی میکنن اون رو به عنوان کارنامه نشان بدن. شما هر دیکتاتوری رو بیارید یه کارنامه ای داره، در یه زمینه قوی بود، در یه زمینه کار کرد. اما مسئله بر سر اینه که شما اینو چطور میتونید بشناسید؟ نکته دیگر این که خود اون دیکتاتور چه اندازه دارای معرفته که بتونه مصالح رو بشناسه. یعنی من سلیمانی که همه کتابا رو نخوندم، در همه حوزه ها که داره دانش نیستم، وقتی علمم از اقتصاد کمه چطور میتونم بفهمم اقتصاد چه اندازه اهمیت داره در کشور؟ وقتی علم و دانشم در زمینه حقوق کمه چطور میتونم بفهمم که چه اندازه نظم و انضباط کشور به مسائل حقوقی مربوطه؟ مگر اینکه حقوق خوانده باشم اهمیت حقوق رو پی برم، اقتصاد خوانده باشم اهمیت اقتصاد رو پی ببرم. آیا یک دیکتاتور به معرفت همه علوم دسترسی داره؟ وقتی دسترسی نداره نمیتونه بگه مصلحت اینه. بسیاری از ما تا زمانی که در یک دانشی تخصص نداریم اصلا در موردش نمیتونیم قضاوت بکنیم و بگیم که این دانش چه اندازه اهمیت داره. شما زمانی اصلا روانشناسی وجود نداشت، اهمیتی نداشت، اما امروز ما میفهمیم چقدر اهمیت داره در مسائل مختلف. بسیاری از علوم مثل جامعه شناسی، مثل حقوق، ما اینها رو نمیدونستیم. تمام دیکتاتورهای مسته در گذشته به فنون جنگ اعتقاد داشتن. چرا؟ چون فضایی که اونها در اون زندگی میکردن فضای نزاع و جنگ و سلاح و کشورگشایی و اینها بود. امروز ما میفهمیم اقتصاد خودش یک نیروی نظامی است. بسیاری از کشورهایی که امروز در دنیا حرف اول رو میزنن قدرت های اقتصادی هن. نه قدرت های نظامی. در واقع قدرت نظامی قوی حاصل اقتصاد قوی. اگر ما اقتصاددان نباشیم خب طبیعی برای ما اهمیت نداره، میگیم اقتصاد مهم است، مهم اینه که سلاحامون رو نوع کنیم، بریم بهترین ادوات نظامی رو بخریم. اما وقتی اقتصاددانی باشیم میفهمیم که جنگ بدون اقتصاد قوی نشدنی است، نمیشه. بنابراین من به تنهایی به عنوان یک دیکتاتور مسته اون علم و معرفت رو ندارم که بفهمم صلاح جامعه چیه. شما مثلا در توسعه خیلی اهمیت داره که اول جامعه رو بر چی بنا میکنید بعد بر روی اون دیوار رو سخت میچینید، اما وقتی شما علمش رو نداری چطور میتونی بفهمی مصلحت جامعه چیه؟ آیا دموکراسی اولویته یا امنیت یا اقتصاد؟ کدومی کشون مهمتره؟ دیگر مسئله اینه که من نمیتونم بدونم آنچه که در درون جامعه داره رخ میده از نظر علمی، از نظر معرفتی، از نظر دانش در چه سطحی از جامعه میتونه وجود داشته باشه. من معرفتی ندارم مگر اینکه از مردم ببینم که سطح جامعه چگونه است، مشارکتشون چگونه است. اگه من میخوام این کار رو انجام بدم با من همراهن؟ اگه من این رو میخوام آیا جامعه موافقه؟ چون اگه اونا مخالف من باشن من هر چقدر بخوام اصلاح کنم کاری از پیش نخواهم بود.
مگر اینکه مردم رو سرکوب کنن. یعنی همین دو سه موردی که ما نشان دادیم در نهایت به جایی میرسیم که دیکتاتور مسلح تبدیل میشه به دیکتاتور مسلح، چون مجبور قدرت فائقه ایجاد بکنه، مجبور خودش رو به جای دیگران بذاره، به جای دیگران تصمیم بگیره، و در نتیجه شما مردمی رو دارید که باید یا مؤمنانه به اون دیکتاتور باور داشته باشن یا در برابرش مقاومت کنن. مشکل دیگر کارگزارانه. دیکتاتور که همه کارا رو خودش انجام نمیده. شما فرض رو بر این بگذار که دیکتاتور عالمه، که وضعیت جامعه باید به شکل اقتصادی حل بشه. خب بسیار عالی. اما اقتصاد کارگزار نمیخواد. چه کسانی باید اقتصاد مملکت رو خوب کنن در بخش های مختلف اقتصادی؟ شما چطور میشناسی که این کارگزار آدم خوبی است؟ شما در دوران دیکتاتوری های مسلح ما نگاه بکنید، صدها کارگزار آوردند و بردند. شما همین دوران پهلوی که اینها معتقدند دیکتاتورهای مسلح بودند نگاه بکنید، چطور خود این افراد کسانی رو برگزیدند و بعد پشیمان شدند، مدعی بودند که اینها دروغگو بودند، فاسد بودند، دزد بودند، به ما خیانت کردند. می کم بودند در دوران رضا شاه کارگزارانی که همین آقایون کنار گذاشتند. خب شما چطور کارگزاران رو انتخاب میکنید؟ بنابراین دیکتاتور مسلح نمیتونه کارگزاری در دورترین نقطه کشور رو انتخاب کنه مگر مردم همون نقطه، یعنی مردم مازندران در یک شهری. وقتی این افراد رو میشناسن انتخابشون میکنن، میگن آقا ما این آقا رو دیدیم، آدم خوبیه، آدم پاکدستیه، تخصصش رو هم داره، انتخابش میکنیم. مگه دیکتاتور مسلم میدونه در روستای فلان چه کسی صاحب صلاحیته، در فلان شهر چه کسی داره چی کار میکنه؟ نه، مردم باید نظارت بکنه. بنابراین بسیار اهمیت داره که ما فهم کنیم فقط با صاحب صلاحیت بودن یک انسان نیست که جامعه هدایت میشه، بلکه نیازمند کارگزاران مطلوب خودش هم هست. نکته دیگری که من در بخش اول عرایضم میخوام بهش بپردازم مسئله رکود دانشه، رکود معرفتی. وقتی شما فرض رو این بگذارید که جامعه ای قرار توسط سلیمانی امیری به شکل دیکتاتور مسلحانه کار بکنه، خب پس دیگه نیاز به حزب نداری، چون او قراره فکر کنه به جای شما و به جای شما هم عمل کنه. دیگه وجود احزاب و جامعه مدنی و مطبوعات و اینا دیگه موضوعیت پیدا نمیکنه، چون یکی دیگه به جای ما میخواد بیاندیشه، میخواد عمل کنه. شما با یک رکود عجیبی در درون جامعه روبرو میشید. اگر میخواید نگاه بکنید چگونه این پدیده رخ میده، ما پیشتر در مورد ابن خلدون صحبت کردیم. یکی از دلایلی که ابن خلدون سبب افول نظامهای اسلامی در شمال افریقا میدونست همین ورود نوع نگاهی بود که مسلمانان داشتن، که ما هر چی که هست قرآن به ما داده، او به ما دیکته کرده که چه بکنیم. حالا قرآن شخص نبود اما دیکتاتور مسلح بود دیگه، یعنی قرآن آمد گفت نیاز شما فکر کنید، من جای شما فکر میکنم، صلاحتون رو من میدونم، خیرتون رو من تشخیص میدم. این اندیشه وقتی دستورالعمل کار باشه، شما دیگه نیازمند تولید دانش نیستی. افول دانش در سرزمین های اسلامی حاصل چیه؟ حاصل یه مرجعی که به جای ما فکر کرد، حاصل یه مرجعی که دستورالعمل ما رو برای ما در نظر گرفته و حاکمان البته مجریانش بودن. در نتیجه دیکتاتور مسلح هم که در کاخ خودش میشینه حکم میده، طرح میده، نیازمند دانش دیگران نیست. شما به دوران پهلوی ها نگاه بکنید، چرا اونها نیاز به تکنوکرات نمیدیدن؟ چرا نیاز به اندیشمند نمیدیدن؟ چرا نیاز به حزب نمیدیدن؟ چون میگفتن دانشو من دارم. چند روز قبل من یه مصاحبه میخوندم از آقای عالی خانی بود، البته برنامه تلویزیونی بود که وزیر اقتصاد بود سالهای 41 تا 47 48، آدم شاخصی هم هست آقای علی نقی عالی خانی، از دوستان آقای اسدالله علم، که حتی در اون کتاب خاطرات علم ایشون یه مقدمه مفصلی هم نوشته. میگو آقای اعلی حضرت دیگه حرف ما رو قبول نداشت، یعنی کسی که رفته اقتصاد خوانده، نمیدونم
تجربه داره، کار کرده، طرحی که میده آقا قبول نداره، چون نیاز به دانشت نداره. خب وقتی شما نیاز به دانش من نداری، من میرم. و بعد شما نگاه میکنید جامعه کاملا راکد که در اون نه علمی تولید میشه، نه جنبش اجتماعی نیاز هست به وجود بیاد. تازه اونا مانع هست. یعنی اگه من میخوام یه حرکتی انجام بدم، وجود احزاب که بشینن سر و کله بزنن، چوب لای چرخ برنامه های من بذارن، طرحهای من رو مورد نقد قرار بدن، اینا مانع هست. برای همینه که در دیکتاتوری های مسلح اتفاقا جناب مانی به شدت احزاب سرکوب میشن، به شدت روزنامه ها بسته میشن. چرا؟ چون دیکتاتور مسلح وقتی من میگم او نیاز داریم، به او این اجازه رو میدیم که اگر خواستی مطبوعات رو ببند، تو صلاح و تو میدونی، اونا دارن کارشکنی میکنن. یعنی اگه شما به من سلیمانی گفتی تو دیکتاتور مسلح باش، به اصطلاح مسلمونا فاتحه احزاب رو بخونی، فاتحه روزنامه ها رو بخونی، جامعه مدنی رو دیگه بذارید کنار، چون نیاز نداریم به اینا. اینا هر کدوم مانعی هستن برای اینکه من دیکتاتور مسلح بتونم کار بکنم. شما فکر کنید چرا رضا شاه احزاب رو تعطیل میکرد؟ چون اونا رو مانع میدید، میگفت اینا غور میزنن، حرف میزنن، چوب لای چرخ من میذارن. پس وقتی کسی میگه من دیکتاتور مسلح میخوام، اون دیکتاتور مسلح مسلح میشه به ابزارهای سرکوب، که اون ابزار سرکوب قانونه، ارتششه، اون قدرت فائقشه، اون اتوریتشه. و در نهایت شما دیگه نباید توقع داشته باشید روشن فکری مطلب بنویسه نقد کنه سیاست رو. یعنی عواقب یک دیکتاتور مسلح همون جامعه است که رضا شاه میسازه، که زندان ها باید پر بشه، احزاب حذف بشن، دهان روزنامه ها بسته بشه. شما در دوران رضا شاه نگاه بکنید چه اندازه وقتی یک روزنامه در مورد فساد مثلا یک درجه دار نظامی مینوشت، او بلافاصله اونها رو حذف میکرد، روزنامه ها رو میبست، کار مختلف. پس اگر کسی گفت هم دیکتاتور مسلح میخوایم هم دموکراسی میآوریم، دروغ میگه. دیکتاتور مسلح میآوریم، احزاب هم هستن، دروغ میگه، چون نشدنی است. اینا با هم تباین داره، کنار هم نمیشین. احزاب بیشتر با هم بحث میکنن تو مجلس، از اینکه مجلسی نیاز نیست، چون خودم هستم، یه دم افرادی دارن دور بر خودم. شما میخواد تو مجلس بیشتر سر کله بزنی، میخواد از من توضیح بخواید، میخواد منو استیضاح بکنی. خب بلا فاصله وقتی برنامه منو تصویب نکنی، آن چیزی که از نظر من صلاحه خب محقق نمیشه. بلا فاصله میگم که خب این به درد من نمیخوره. شما دیکتاتور گذاشتید که کارش رو دیکته بکنه به جامعه و به مردم. بنابراین احزاب مانند، روزنامه ها مانند و همه گروه های اجتماعی مانند. وقتی مانند مجبور اونا رو ببندید. وقتی بستید، به مرور زمان شما یک جامعه کاملا راکت دارید که در اون تولید دانش و معرفت که هیچ، فعالیت و کنش اجتماعی هم به حد اقلش میرسه. من عرضم تو این بخش تمام. در نوبت بعد باز دلایل دیگری هم میگم که چگونه دیکتاتور مسلح در واقع همون دیکتاتور مسلح با ابزارهای خاصی که خودمون بدبختانه به اون میدیم که بر ما هر جوری دلش خواست حکومت بفهم. بله، درود بر شما. ببینید جناب سلیمانی، این دوستان سلطنت طلب ما در ایران، در خارج هستند، بیشتر همین که پذیرفتن ما به یک دیکتاتور مسلح نیاز داریم، به این علت است که دیدن نمیتوانند بگن شاه و رضا شاه آدم های دموکراتی بودن، آدم های آزاد اندیشی بودن. تاریخ ثبت کرده، من الان خوندم دیگه از یک پژوهشگر آمریکایی، ثابت کرده که اینها دیکتاتور بودن، دیکته می کردن و اون باید انجام می شد. خب همین که اینها پذیرفتن تا اینجا، یعنی دیکتاتوری رو پذیرفتن. پیشتر انکار می کردن ولی دیدن الان دیگه نمیشه. دوم این که ما در کجا به دیکتاتور نیاز داریم؟ در جایی که مردم وحشی هست، مردم توان شرکت در زندگی خودشون و مدیریت زندگی و کشور خودشون رو ندارن، حزب هم ندارن، چون اجازه نمیدن که احزاب مستقلی درست بشود. بنابراین از نظر این دوستانی که میگن ما نیاز به دیکتاتور چکمه پوش
یعنی همان مسلح و مسلح داریم، معناش این است که آقا این ملت هنوز شایستگی مدیریت دموکراسی رو نداره. که یک آدم مثل رضا شاه یا نادرشاه باید بیاد، به قول اخوان نادر و اسکندری پیدا نشد، نادر و کاوه و نادر پیدا نشد، کاشکی اسکندری پیدا شود. این دیگه به جایی رسیده بود که میگو فقط یک دیکتاتور مسلح باید بیاد. البته اخوان همه کارش اینطوری نیست، ولی اونجا دیگه زورش اومده اینو گفته. و اما نکته دیگه این که ببینید رضا شاه که پروندهش بر همه روشنه، خدماتی هم کرده، هر کس هم انکار کنه کار عبثی است، برای اینکه به هر حال اومده حکومت رو در زمانی تحویل گرفته که بوی گند قاجاریه هنوز از جامعه می آمده. اما در 10 سال اول قدرتی که داشت کارهای مفیدی کرد با مشورت اطرافیانش. از 10 سال دوم که دیگه وارد فاز قدرت مطلقه شد، اسلحه‌اش رو بیرون کشید، این بار رو به روی مردم، کسی دیگه جرأت نمیکرد سخنی بگوید، احزاب تعطیل شدن، مجلس لطمه دید و خیلی چیزهای دیگه، شروع کرد در اون سکوت گورستانی 50,000 سند مردم رو به نام خودش کرد. از این هم میگذاریم. فرزند ایشون نام خودش رو گذاشته بود آریا مهر. مهر یک اندیشه ایرانی است که اصلا هنوز ما در مهریه و مهربان و مهرورزی و خیلی چیزا داریمش. یعنی شرط نخستینش نرم خویی است، مهربانی است، نگهبانی از مهر است که نوعی آیین بوده به نام آیین مهری و مردم ایران آیینشون این بوده. خب کسی که میاد میگه من همین آیینم برای آریایی ها، اون وقت دیکتاتور میشه و سرکوب میکنه و دستور حذف میده، دستور کشتار رو اعدام میده. این در واقع یک سیلی محکمی به تاریخ آیین مهری است، یعنی یک دروغ است. وگرنه یک آدم مهربان، مردم میان میگن شما چرا مهربانی آقا، دیکتاتور باش. اگر یک پادشاه یا یک ولی فقیه یا یک رئیس جمهور فرق نمی کنه، آدم آگاهی باشه، آدم درستی باشه، کارش درست انجام بده، مردم میگن آقا شما اینا رو چرا، این کارا چی میکنی، اول دیکتاتور باش. میگن مردم دیوانه نیستن که این رو بگن. چرا به مصدق نگفتن دیکتاتور؟ دولت مصدق در رأس کار بود، نفت رو ملی کرد، شد یک سرمشقی برای بسیاری از کشورهایی که نفت خیز بودند. او مصدق نخستین کسی بود که گام برداشت در این زمینه، دیکتاتور هم نبود. مردم هنوزم که هنوزه از او به نیکی یاد میکنند. بنابراین الزامن کسی که میخواد کار مثبتی در یک جامعه انجام بده، در رأس قدرت هم نشسته، نباید دیکتاتور باشه. که مردم ایران نشان دادن در طول تاریخ که به نسبت مردمان دیگری که ما میشناسیم در دور و برمون، خب از یک شهرنشینی و یک تمدن نسبی برخوردار بودن. مردمانی هستن که حافظ و خیام و سعدی و فردوسی رو در خودشون پروردن، رازی رو در خودشون پروردن. و حالا یک سوال دیگری من دارم. اولا چند از کاربران ما بارها نوشتن که خطاب به من، اگر می شود شما یک مناظری بگذارید بین جناب سلیمانی امیری و آقای کنگردو یا آقای طاهری. خب شما که جناب سلیمانی بارها اینجا اعلام کردید رسما، منم اعلام کردم که ما استقبال میکنیم، پیشباز میکنیم از هر کسی که اینا خودشون انتخاب کنن بگن این سخنگوی ماست، نه که هر کس از راه برسه تشریف بیاره اینجا،
حرفشو بزنه، با ما وارد گفتگو بشود و ما ببینیم که فرق این سلطنتی که اینا میخوان بیارن با یک دیکتاتور مسلح مسلح با این دیکتاتوری که الان در ایران حاکم هست چیست. این هم متکی بر پول نفت و گازه، این هم 7-8 جور نیروی سرکوب داره، سپاه و بسیج و نیروهای انتظامی و اطلاعات و چند جور اطلاعات داره و میگه که من، تازه نمیگه دیکتاتورم هست ولی خب همه مردم بهش میگن دیکتاتور، میگه من همه این کارا میکنم برای امنیت ایران، برای دفاع از ایران، همون چیزایی که شما فرمودید، دفاع از اسلام. خب آقا شما که سلطنت طلب هستید میگید به اسلام انتقاد نکنید، اسلام ستیزی اگر قرار است باشد بهتر است که همین حکومت سر جاش باشه. پدر بزرگوار شما هم که اینقدر مسجد و حسینیت درست کرد، واقعا دیگه تکرارش خیلی موسیقی، اصلا نباید در این باره سخن گفت. خودش هم که سال یکی دو بار میرفت مکه زیارت، یا میرفت مشهد، یا میرفت قم، یا هر چیز دیگری. خب شما که با دین چنین نظری دارید، خب اینا حکومت دینی است دیگه، سر جاشون هستن. یعنی شما میخواین بین روحانیت رو حذف کنید؟ بگید. شما میخواید بیت امامزاده ها رو ویران کنید؟ خب بگید. شما میخواید بیت مساجد رو تعطیل کنید؟ بگید. مردم خودشون دارن تعطیل میکنن ها، فردا نیاید بگید که در دوران ما تعطیلی مساجد چنین و چنان شد. بنابراین دیکتاتوری سلطنتی در دوران ما، دوران روم باستان گذشته، دیکتاتوری سلطنتی هیچ فرقی با دیکتاتوری ولایتی ندارد. مردم ایران میخوان دیکتاتوری رو کنار بگذارن، استبداد سیاسی رو و استبداد دینی رو کنار بگذارن. ما اینقدر عقلمون میرسه که در کشور خودمون زندگی کنیم، بسازیم، کوشش کنیم، همدیگر رو دوست داشته باشیم، مهری باشیم، به هم مهربان باشیم و نیازی به دیکتاتور مسلح و اصطلاحاً بگیم مسلح نداریم. امیدوارم که دوستان طرفدار نظام سلطنتی این حرفا رو دعوای شخصی نسبت به خودشون نگیرن. ما از شما، از پیشاهنگان شما، از سران شما دعوت رسمی میکنیم تشریف بیارن اینجا حرف بزنن، نه اینکه اونا برن بگن لایسیته و دموکراسی و اینا چیزای زنگ زده پوسیده مال کشورهای دیگر است، ما به این چیزا نیاز نداریم، ما 2500 سال سابقه شاهنشاهی داریم و این 2500 سال نادرشاه هم توش، چنگیزخان هم توش، صفویان هم توشن، غزنویان، سلجوقیان، قاجارها، کیا که نیستن، فقط که دو سلسله ما داشتیم، صفاریان و سامانیان و زندیان که روح ایرانگرایی داشتن و درود بر همه اونها و البته بابک خرم‌دین. او هم بفرمایید شما ادامه بدید لطفا. جان مانی عزیز، ببینید ما نه در این رسانه، در رسانه های دیگر هم اعلام کردیم، اگر از مخالفین دیدگاه ما کسانی هستند، ما که با روی گشاد استقبال کردیم. خب نامهایی رو شما بردید، دای کنگرلو و دیگران، ما در پلتفرم های دیگری مثل کلاپوس بارها با اینو گفتگو کردیم. بنابراین همیشه استقبال میکنیم از اینکه یک سلسله جلساتی قرار بدن در مورد تک تک این مفاهیم سخن بگیم. ببینید اساسا جناب مانی عزیز، این بحثا برای چیست؟ وقتی شما از من میپرسید که چرا شما کودک خودت رو تنبیه میکنید، تنبیه بدنی میکنید، من برای شما دلیلی اقامه میکنم و شما احساس میکنید دلیل کاذبه. یعنی اگر سلیمانی میگه که کودک اینگونه تربیت بشه بهتره، شما سعی میکنید دلایل مختلف حقوقی، روانشناسی، جامعه شناختی برای من بیارید که آقا
تنبیه کردن کودک با اون کمربند، مگه مردم ما نبودن که نفت و ملی کردن؟ مگه نمایندهشون آقای مصدق و دیگران تو مجلس نبودن؟ سرایشون رو نمیشناختن که پشت مصدق ایستادن که نفت ملی بشه؟ همون مردمی که میدونن نفت باید ملی بشه، میدونن که پولم میخوان، ارتشم میخوان، امنیتم میخوان، همه چی هم میخوان. اما شما به بهانه حذف همه اونها گفتید تو دستت باز باشه، برو پل بساز، برو ارتش بساز. ساختی دست در نکنی. اما ما گرفتن 44 هزار فقره سند روستاها رو نادیده میگیریم. ما تعطیل کردن مشروطه رو که قانون اساسی و مجلس و عدلیه هست نادیده میگیریم. نه، من نادیده نمیگیرم. اونها مبنای ساختن جامعه است. اگر قرار باشه کسی 4 تا پل ساخته، بهش بگیم خب بله چقدر خدمت کردی، اما خیانتاشو که بسیار بزرگتر از اون خدمت نبینی، خودمون رو فریب دادیم. ما سالها فریب چیزهایی رو خوردیم جناب مانی عزیز که مبنای پیشرفت جوامع بود. قانون، آزادی، عدالت، اینا مبانی جامعه هستن، نه ساختن پل. پل و مردم هم میتونن بسازن. همون مردمی که ما میگیم مصلحتشون رو میسنجن، میدونن که ما تو شهرمون مدرسه میخوان. بنابراین به نمایندمون میگیم که آقا از اون بودجه دولتی که به شهر ما تعلق میگیره شما برای ما پل بساز، مدرسه بساز. وقتی مردمی مقصودم از مردم، مردم عادی نیست، مقصودم همین کارشناسان که میگن دموکراسی کلیشه مبتذله، سکولاریسم مبتذله، شما فرمودید چرا دفاع میکنن؟ بذارید من راحت به شما بگم. این جماعت میدونن که در دیکتاتوری مسلح هست که میشه با مداحی پست گرفت. اگر آقای شاهزاده رضا پهلوی نماد باشه، حق عزل و نصب نداشته باشه، کاری نباشه، این آقای نمیتونه سر کار ببره به هیچ عنوان. وقتی اینا میگن ما دیکتاتور مسلح میخوام، یعنی به دنبال شغل خودشونن. میگن سلیمانی رو بذار اون بالا دیکتاتور مسلح باشه، خب حالا که دیکتاتور شد یعنی همه از اسمان به خودشه دیگه، درسته؟ آقای الف رئیس رادیو تلویزیون، آقای ب رئیس نمیدونم مطرب خونه همایونی، آقای جیم وزیر دربار، آقای فلانی رئیس، بله دیکتاتور موسی، یعنی همین. این هایی که دور و بر این آقا میگردن برای این نیومدن که این آقا نماد باشه جناب مانی، مگر خوش باید بیکار باشه. اینا اومدن که این آقا همه کاره باشه که بتونه پست ها رو غیر اون دموکراسی که همین آقایون باید بیان رقابت کنن با دیگران به اون آقا تحویل بدن. شما خاطرات این آقای احمد علی مسعود انصاری رو بخونید در مورد همین آقای طاهری که آقا مقاله می‌نویسه در توجیه سلطنت که خانم اشرف پهلوی بهش پول بده، اون آقا بهش پول بده. اینا تو خاطرات اون آقای پسرخاله آقای رضا پهلوی هم هست. اینا شغلشون رو قبلا فاکتور کردن جناب مانی عزیز. ما مردم ساده ایم. دیکتاتور نمادین برای من آبونان نمیشه که. من اگر این آقا دیکتاتور نمادین باشه حالا باید برم با سلیمانی و آقای مانی و با الف و بی جیم رقابت کنم. خب من که مایه‌شو ندارم، کی رو رقابت کنم؟ بنابراین من میخوام یه دیکتاتوری باشه. شما برید در دیکتاتوری هاست که یه آقایی یک شبه صاحب کارخونه میشه بدون رقابت. شما به این دربار نگاه بکنید، آدم هایی که یک شبه تبدیل میشن به صاحبان کارخونه، نماینده مجلس، سناتور فلان قسمت، اینو فکر رقابت کردن با کسی؟ پس اینا از دیکتاتور نمادین منتفع نمیشن. این مطلوب اونا نیست. اونا میخوان صاحب سفره یه لقمه نانم به اینا بده. به همین دلیلی که به دنبال این هستن که تحت عنوان دیکتاتور نمادین یا دیکتاتور نه، یا آدم نماد بیارنش، اما پشت پرده بگن ما به دنبال دیکتاتور مسلحیم. چرا؟ چون این دیکتاتور باید دارای اراده باشه که حکم استخدام منو امضا کنه، حکم وزارت منو امضا بکنه. دلیلش ایناست، خیلی ساده.
ما سعی باید بکنیم این جنبه ها رو برای مردم روشن بکنیم. شما جنایتکارترین آدم رو به من نشان بدید، من به شما نشان بدم چقدر خدمت کرده به اون جامعه. مگه هیتلر به جامعه آلمان خدمت نکرد؟ اما اشکالش در کجاست؟ در جایی که اصول یک جامعه مدرن رو از بین میبره. شما برید نگاه بکنید ساختمون سازی ها در همه نظام های دیکتاتوری بوده. اگه در شوروی کمونیستی نبوده، اگه در آلمان نازی نبوده، مدرن ترین تجهیزات رو داشت. مگه الان شما به چین نگاه بکنید، ساختمان های عجیب، پل های عجیب، قطارهای سریع و سیر، همه چی دارن. اما مسئله بر سر اینه که یک جامعه باید کرامت انسان ها رو لحاظ بکنه. هیچ دیکتاتوری حق نداره به بهانه اینکه من میخوام پل بسازم بگه شما حق ندید حرف بزنید چون تو کار من خلل میکنه. بنابراین این مشکل عمدی است که این عزیزان از جانب منطق و استدلال دارن. حالا ما بحث دیکتاتور مسلح تا 4-5 فقره رسیدیم، هرچند من تقریبا نزدیک به 16 مورد اساسیش رو احضا کردم، مشخص کردم. حالا در برنامه آینده اگر شد باز در موردش صحبت میکنم، چون بحث بسیار مهمی است. جایی که ما دچار خطای منطقی میشیم، در دامی میفتیم که بعدا میگیم ای بابا چه کردیم، رفتیم رأی دادیم به جمهوری اسلامی بدون اینکه بفهمیم اون اسلام تمام جمهوریت که مال ماست رو از بین برد، اون اسلامی رو به قدرت رسون که مال آخوند بود، آخوند ازش منتفع میشد، ما مردم از جمهوری منتفع میشدیم، آخوند از اسلامیتش. اما اومدن کنار هم گذاشتن که مردم رو تحمیق کنن، ما هم رفتیم رأی دادیم، بعد فهمیدیم که از جمهوریت که سهم ما بود هیچی نمان، از اسلامیت که مال اونا بود همه چی مال اونا شد. امروز هم دیکتاتور مسلح همینه. یعنی شما آقایی رو بپذیرید، ازش چون و چرا هم نکن، هیچی هم نخواد، بذار خوش کار خوش بکنه. چرا؟ چون اوه که فردا به من حکم میده به عنوان رئیس دانشگاه، رئیس رادیو تلویزیون ملی ایران، رئیس مجلس، سناتور مثلا افتخاری، وگرنه مگه ما کجا رقابتی نیاز نیستش؟ بنابراین اینا درد خودشونه دوستان، درد ما ملت مال اینا نیست. اینا از همین الان سر سفره نشستن، اگه والا گوهر و والا حضرت چکشو نده مقاله نمی‌نویسه در مجد و عظمت سلطنت. اینا قبلا فاکتور شده، آزادی خواهانن که کسی به اونو فاکتور نمیده، وگرنه عمله استبدال شما در جمهوری اسلامی نگاه بکنید. فقط کافی یک مد برای مدایی آقای خامنه‌ای بنویسی، براش شعر سلام فرمانده بخون، تئوری پرداز باشی. دیدید دیگه اون رائفی پور رو اینا کیان، از کجا پول میگیرن؟ مجموعه درست میکنن به نام مثلا مساف، کارشون اینه که نظام توجیه بکنه. اون آقا به اینا پول میده. چرا ما فکر میکنیم که شبیه رائفی پورها این بر آب نیستن؟ نه اتفاقا خیلی هستن. شما فکر کردی فقط خامنه ای مجلس شعر میذاره؟ نه، این برم شاعر داریم ما، این برم مداح داریم. پول بده همه کار میکنن، بس آزادی خواهی که به این میزنه به اون میزنه، هیچ کس نیست به اون چک بده. او به اعتبار مردم، برای آزادی مردم کار میکنه. به همین دلیلی که یه روز عمله مسعوده، یه روز عمله مریمه، یه روز هم میشه عمله فلانی، چون چکش از قبل صادر شده یا بعدش قبلا یا بعدا به او دادن که آقا شما میشی رئیس انجمن شعر و فلسفه همایونی. این داستانی است که متاسفانه در فضای جامعه ما هست و مردم ما از پشت پرده خبر ندارن که اینها دغدغه آزادی مردم رو ندارن برای مناسب سیاسی خودشون. ممنونم جناب مانی. سپاسگزارم. زمان برنامه به پایان رسید. ما در هفته آینده این بحث رو دنبال میکنیم و به امید روزی که دوستانی که دعوتشون کردیم با نام و نشان اگر دوست داشتن تشریف بیارن اینجا با هم گفتگو میکنیم، نه به قصد تخریب اونها بلکه برای برابر نهادن اندیشه. شادکام باشید. سپاس فراوان و بدرود.